سلام، پنجشنبه 2 مهر 1388، 24 سپتامبر 2009 میلادی. دوباره کار ما به استراحتگاه بین راه افتاد. از نیویورک داریم برمیگردیم به واشنگتن و چون شب دیر وقت میشه و میترسم که نتونم این برنامه رو بفرستم، در یک استراحتگاه بین راه، این دفعه داخل استراحتگاه هنوز بازه، اومدم و اینجا دارم این چند دقیقه رو خدمتون خیلی کوتاه ضبط میکنم. دو تا نکته رو باید بگم. نکته اول راجع به اومدن آقای احمدی نژاد به نیویورک، که ایشون فکر میکرد با یک سفر خارجی و ملاقات با سران کشورهای دیگه میتواند مشروعیت برای حکومت کودتا به دست بیاره. به نظر میرسه کاملا شکست خورد، برای اینکه اولا ایرانی ها به همراه ملیت های دیگه، به خصوص گروه های مختلف امریکایی، تظاهرات و اکشن های متعددی رو اجرا کردند که در واقع نامشروع بودن حکومت کودتا رو در سطح جامعه منعکس کردن و انعکاسی هم که در رسانه های گروهی حداقل امریکا داشت حرکت ایرانی ها. خیلی کارها، من یکیشو میدونم که فقط نشد، اونم هواپیما اجاره کرده بودن که تابلوهایی رو در سطح شهر بگردونن روی آسمون، که ظاهرا به دلیل امنیتی گفته بودن از 16 کیلومتری سازمان ملل نزدیکتر نمیشه بیان، اون منتفی شد. ولی خیلی کارهای دیگه، تابلوها پشت مغازه‌ها، تظاهرات، راهپیمایی و غیره اینها، و فشار روی هتل‌ها که آقای احمد نژاد رو در بدرش کردن. هر جلسه‌ای که هر هتلی می‌خواستن بذارن گرد همایی، بعد از یه مدتی هتل کنسل کرده و عذرخواهی کرده. به هر حال یک اتفاق این بوده. اتفاق دوم در صحن سازمان ملل بوده که نشون میده با وجودی که فیلم داخل صحن سازمان ملل رو خود دوربین‌های سازمان ملل می‌گیرن، ولی تلویزیون‌های دنیا تا اونجایی که نشون دادن شاید بیش از 2/3 هیئت‌های نمایندگی کشورها با صحبت‌های آقای احمد نژاد گذاشتن و از سالن بیرون رفتن. شاید بیش از 100 کشور سالن رو ترک کردن. البته عدد دقیقش معلوم نیست، ولی کاملا سالن خالی شد. حرفای ایشون هم حرفای تکراری و همون بر اساس تئوری توطئه عجیب غریبی که یک اقلیت یهودی دنیا را اداره میکنه، حرفایی که هیتلر هم میزد و یا نوفاشیست ها هم الان گاهی میزنند و دنیا بازیچه این گروه مثلا اندک است، و از این حرف ها که به هر حال بیش از پیش اعتراض برانگیخت. نکته سفر ایشون به نظرم به هر صورت مجموع اینها باعث خواهد شد که فشار بیشتری در 5+1 روی ایران بیاد، برای اینکه آقای مدودف رئیس جمهور روسیه هم در مصاحبه مطبوعاتی امروز گفته بود که با تحریم موافق نیست روسیه، ولی اگر چاره‌ای نباشه با اونها هم موافقن. نکته دوم اطلاعیه مجلس خبرگان رهبریه که ظاهرا دوباره یک خیتی کاشتن و به اون دبیرخانه اونجا که در دست کودتاچی هاست یک اطلاعیه‌ای در حمایت بی‌قید و شرط و خیلی عریض و طویل از آقای خامنه‌ای دادند به اسم مجلس، که صد صدا در آورده وکلای مجلس خبرگان که رأی گیری کجا شده و کی باهاش موافق بوده. به نظرم این بسیار توقع به جایی است که خواسته بشه این اطلاعیه امضای کسانی که باهاش موافقن اعلام بشه، برای اینکه مردم در هر استان و هر جایی بدونن اگر نماینده در مجلس خبرگان هست چی میگه. تفسیر و تحلیل راجع به اینها رو من میگذارم برای برنامه فردا و احتمالاً روزهای بعد، و عرضم رو همینجا تموم بکنم. تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایرانی.